در پنجم اردیبهشت ارتش سوریه و متحدانش موفق شدند پس از تخلیه آخرین افراد مسلح از منطقه کنترل کامل خود را بر منطقه قلمون شرقی اعمال کنند. به زودی وزارت دفاع سوریه طی بیانیه‌ای کنترل کامل بر منطقه را به صورت رسمی اعلام خواهد کرد. شایان ذکر است که در چارچوب توافق مصالحه‌ای صورت گرفته بین مسلحین و دولت سوریه، تعداد قابل توجهی از مسلحین با تسویه امور و تسلیم سلاح خود در منطقه باقی خواهند ماند. بنابراین افراد به صورت قانونی در منطقه باقی می‌مانند و تعدادی از آنها به نیروهای دفاع وطنی سوریه ملحق خواهند شد. در جنوب دمشق نیروهای ارتش سوریه فشارهای خود را علیه داعش در اردوگاه یرموک بیشتر کردند. در حال حاضر درگیری‌های سنگین از منطقه مادنیه گزارش می‌شود. داعش ادعا می‌کند که موفق به هدف قرار دادن 3 تانک ارتش سوریه شده است. نیروهای دفاع مردمی کرد YPG عنوان کردند که اعضای این گروه موفق شده اند طی هفته‌های گذشته 12 سرباز ارتش ترکیه و ارتش آزاد را طی حملات بزندر را از بین ببرند. بر اساس منابع کردها، نیروهای تحت حمایت آمریکا یعنی نیروهای دموکراتیک سوریه SDF که بیشتر اعضای آن از نیروهای YPG هستند، به زودی عملیات خود علیه داعش در شرق سوریه را از سر می‌گیرند. برخی بر این باورند که عملیات پیش رو مقطعی خواهد بود، چرا که واشنگتن قصد دارد با باقی گذاشتن هسته‌های ضعیف داعش در مرز عراق و سوریه و با بهانه داعش ادامه حضور خود در کشور سوریه را توجیه کند. در پنجم اردیبهشت وزارت دفاع روسیه با برگزاری جلسه مطبوعاتی جزئیات بیشتری در مورد حملات موشکی 25 فروردین که توسط ایالات متحده، انگلیس و فرانسه بر علیه سوریه انجام پذیرفت آشکار کرد. وزارت دفاع روسیه لاشه موشک‌های رهگیری شده را به نمایش گذاشت و عنوان کرد که دولت سوریه یک موشک تاماهاک و یک موشک دقت بالا را که در این حمله منفجر نشده بودند را به دولت روسیه تحویل داده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده در کنفرانس خبری پنجم اردیبهشت، تنها 22 موشک از موشک‌های آمریکا و انگلیس به اهدافشان برخورد کردند. 46 موشک توسط سامانه‌های دفاع جوی ارتش که مناطق پایتخت سوریه مانند الزمیر، بلای و مزه را پوشش می‌دادند، رهگیری شدند. 20 موشک توسط سامانه‌های دفاع جوی ارتش سوریه که مسئول منطقه هومس بودند، رهگیری شدند. بخش دیگری از موشک‌ها نیز احتمالاً به دلایل دیگر مانند نقص فنی موفق به رسیدن به اهداف خود نشدند. بر اساس نسخه ادعای پنتاگون از این عملیات، انگلیس، آمریکا و فرانسه 105 موشک شلیک کرده و تمامی موشک‌ها به اهداف برخورد کردند. اریک پاهون سخنگوی پنتاگون عنوان کرد: کنفرانس خبری پنجم اردیبهشت روسیه نمونه دیگری از کمپین اطلاع‌رسانی غلط روسیه است.